فیسبوک یک روز پس از قطع 6 ساعته خدماتش در سراسر سر جهان اعلام کرد که هیچ فعالیت مخربه در پی این اختلال وجود نداشت. قطع این خدمات که در پهلوی فیسبوک، انستاگرام، واتساپ و مسنجر را نیز تحت تاثیر قرار داد از سوی این شرکت فقط اشتباه در تعمیر و تجدید شبکه خوانده شد که به طور معمول انجام می شود و مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک با نشر پیام کتبی در صفحه فیسبوک خود از کاربران عذرخواهی کرد. ماتیو هورتسن رئیس شرکت الیمنت که برای جلب توجه کاربران رسانه های اجتماعی با فیسبوک رقابت می کند این قطع خدمات را به عنوان یک یادآوری دانست و گفت هنگامی که قدرت بیش از حد در دست یک شرکت بزرگ باشد چنین اتفاقات رخ می دهد. راه کاهش دادن این موزل است که چیز اساسی مانند ارتباطات را به یک شرکت واحد ندهید. در عوض شما باید تمرکز زدایی کنید. شما باید چندین شرکت در سراسر جهان داشته باشید و ارتباطات را طوری که در گذشته اینترنت چنین بود دموکراتیک کنید. از سوی دیگر مسئولان فیسبوک به دلیل عدم رسیدگی شکایت از قانونگذاران و منتقدان سخت تحت انتقاد قرار دارند. I'm here today. امروز اینجا هستم زیرا با باور من خدمات فیسبوک به کودکان آسیب می رساند باعث ایجاد اختلاف و تضعیف دموکراسی ما می شود. هوگن روز سهشنبه در جلسه استماع مجلس سنای کنگرس در مورد بگفته وی عدم اقدام عمدی و شفافیت فیسبوک و شرکت های مربوط به آن مانند اینستاگرام گواهی داد. او با استناد بر کمپاین های اطلاعات نادرست که در ایالات متحده و کشورهای دیگر گسترش شفت است گفت که الگوریتم های فیسبوک تمایل دارد دروغها را سریعتر از حقیقت تبلیغ کند. رهبری این شرکت میداند چگونه فیسبوک و اینستاگرام را امتر سازد اما برای آوردن تغییرات لازم اقدام نمی زیرا سود سرسام برایشان مقدم تر از مردم است بر اساس مطالعه فیسبوک 32 درصد از دختران نوجوان در اینستاگرام گفتند که وقتی از چگونگی اندام خود احساس خوبی ندارند این وبسایت این احساس را بدتر می‌سازد فیسبوک می‌داند که های تقویت کننده آن مانند درجه بندی مبتنی بر تعامل کاربران در اینستاگرام می‌تواند کودکان را در مدت زمان بسیار کوتاه از موضوعات بسیار بی‌خطر مانند های تهیه غذا محتویات و محتویات ترویج کننده بی‌اشتهایی سوق دهد اما فیسبوک میگوید که هوگن تنها دید محدود درباره مطالعات و تصمیمات پلیسی در این شرکت داشته و در گواهی خود به همان اشاره کرده است. آیا فیسبوک تا به حال متوجه شده است که تغییر در خدمات می تواند به کاربران آسیب برساند ولی به همان جهت حرکت کرده زیرا این تغییر همچنان باعث افزایش درآمد می شود؟ تجربه من در فیسبوک چنین نبوده است ما عمیقا به امنیت افراد در رسانه خود اهمیت می دهیم ما دوازده میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کرده ایم هزاران نفر در این زمینه کار می کنند این نحوه برخورد ما با این مسئله نیست You know, in at, at در جلسات استعمایی همیشه میگویند آنها بهتر و متفاوت تر عمل خواهند کرد سپس آنجا را ترک می کنند و هیچ اتفاقی نمیافتد فکر کنم این نخستین بار است در مورد تمام چیزهایی که اطلاع داشتند و کارهایی که میتونستند و انجام ندادند درجه اسناد می شود برخی ها فیسبوک را با یک لحظه مهم در صنعت سگرت مقایسه می کنند فیسبوک و شرکت های بزرگ تکنولوژی مانند شرکت های بزرگ تنباکو با یک لحظه حساب دهی رو روبرو شدند وقتی ما به اسنادی دست یافتیم که نه تنها نشان میداد شرکت های بزرگ تنباکو می دانستند محصولات آنها باعث سرطان می شود بلکه آنها تحقیقات را انجام داده و اسناد را پنهان کرده بودند دیده شود که آیا قانونگذاران و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از ضررهایی که فیسبوک بر آن متهم شده است چه اقدام می همچنان مشخص نیست که فیسبوک چگونه واکنش نشان خواهد داد حتی اگر درخواست تغییر از داخل خود این شرکت منشأ گرفته باشد